اصلا در جریان اون مسائل نبودید؟ نه خدا شاهده، اصلا باور میکنم. مالی یا باور میکنم. چند نفر چقدر پول دادن ندادن چی شد، من محو اون کار بودم. و من با اجازتون یک فیلم کوتاهی از این تابلو آوردم و این فیلم تقریبا حدود یک سال پیش تهیه شده. یعنی شما تصور این رو کنید، من در امیدوارم در یک دو روز آینده بتونم فیلم کامل این تابلو رو که چقدر روی این کار کردم، اصلا باور بفرمایید شبانه روزهایی رو تا همین امروز و تا همین الان من در کنار این تابلو باهاش عشق بازی کردم، باهاش گریه کردم، باهاش خندیدم، روح و قلبم رو بهش دادم تا اینکه بتونم یک کاری کرده باشم حداقل برای بچه های فردای ایران، تا ببینند که چه گذشت بر این سرزمین، تا ببینند که این فرهنگ بزرگ و عظیم و با عظمت انسانی که بیش از 10,000 سال قدمت داره، که ببینند شروع فرهنگ بشر، شروع محبت و عشق و انسانیت از کجای این زمین شروع شد و امروزه چرا این سرزمین گرفتار این رنج بی پایان شده. هدف من این بوده و هست و خواهد بود. از اون زمانی که شما اونجا رو ترک کردید، خب بدون شک و تردید در این مدت زمان چقدر، 5-6 ماه میشه؟ بیشتر میشه، حدود 8-9 ماه، یک سال. کلی به این تابلو اضافه شده بدون شک. بله. یعنی اگر پوستری هم از روی اون ساخته شد به کسی داده شد، نیمه کار است. و راستش همیشه به یاد کار مایکل آنجلو بر سقف سیستینش کاپل میافتادم که همیشه پاپ بهش میگفت زود اینجا رو تموم کن، زود تموم کن، و اون میگفت نمیشه، این کار باید خودش خلق بشه، به وجود بیاد. چه مقایسه به جایی. و میدونی مایکل آنجلو رو از سیستینش کاپل بسیار بی احترامانه بیرون کردن. و چون این تصاویر رو برهنه کشیده بود، گفتن این خلاف شرعه. بله. و باید لباس داشته باشن این فیگورها. و بعد میرن دنبال یه کسی که در اثر تصادف زمان از شاگردهای مایکل آنجلو بوده، میگن تو بیا لباس بکش برای این فیگورها، و اونم میره پیش استاد بزرگ و میگه از من یک این چنین چیزی خواستن، که اونم میگه اوکی این روغنها و این چیزهایی رو که بهت میگم ترکیب کن، بزن روی این شکلها، لباس بکش براشون. بعد وقتی اون پاپ میمیره، پاپ بعدی که میاد میگه بابا این که اشتباهه، چون که روز رستاخیز همه همونطور که برهنه به این عالمیان برهنه بر میخیزند و این مسائل، و بعد اونا رو پاک میکنن. چه به تشبیه جالبی. آره. و زمان میگذره، 500 سال میگذره، معلوم نیست اون پاپ و اون این و اون کی بودن، ولی کار و زحمت مایکل آنجلو برای بشر میمونه. من نظرم همیشه به تاریخ بوده، به موندگاری زمان بوده، نه به مسائل گذرا. هر پولی میاد میره، پول چی بوده؟ نه عمر نوح بماند، نه ملک اسکندر. نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش، خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش. ما به دنبال گوهر دست نیافتنی زندگی سعی کردیم جان و روحمون رو در اختیار اون بذاریم. خب این مسئله به نظر من با اینکه بیش از 5 دقیقه این سوال و جواب طول نکشید، اما به اندازه 5 نسل به نظر من پاسخگوی سوال من و کسانی بود که در انتظار این پرونده. جناب سکوی عزیز و این مردم مهربان ایران، من این تابلویی که به وجود خداوند از طریق دستهای من به وجود آورد، این تابلوی بخشش و مهربانی و دوستیه. من حتی کسی که در ایران منو به زندان انداخت و تا پای اعدام منو پیش برد، در این تابلو تصویرشو کشیدم و بخشیدمش از صمیم قلبم. هیچ وقت کینه‌ای هم بهش نداشتم، تا اینکه مردم ایران همه این رو درک کنن که هر فکر و عقیده‌ای که دارن، هر اندیشه‌ای که دارن، واقعا همه یکی، همه یک خانواده‌ن و به ایران بیاندیشن و به ایران بیاندیشن. خدایی نکرده اگه ایرانی نباشه، جایی برای هیچ کسی نیست. و انسان جای ذوالخطاست. آدم ها افکار مختلف دارن، بعضی ها روح و دلشون رو به مادیت این دنیا فروختن، چه کنیم؟
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است کانجا نتواند رفت اندیشه دانایی. گویند رفیقانم در عشق چه سر داری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. من دست نخواهم برد الا به سر زلفش، گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. بیوتیفول بیوتیفول. حضورتون عرض کنم، بله جناب روستایی بسیار عزیز، من شما رو خیلی خوب حس میکنم، شما رو خوب حستون میکنم، احساستون رو با تمام وجودم جذب میکنم، به این جهت که یک وجه مشترک هایی با شما احساس میکنم و اون وجه، اون نقاط مشترکی که با شما احساس میکنم اینه که بدون شک و تردید شما به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک نقاش، به عنوان یک هنرمندی که هم شعر قشنگ میگید یا میسرایید یا یعنی به طور کلی عاشقانه شما در یک دنیای دیگری دارید زندگی میکنید که با دنیای شاید 90-95% انسانهای معمولی متفاوت باشه، و اگه تمام کره زمین رو بهم بدن یک لحظه حاضر نیستم از این دنیا خارج بشم، دنیای قشنگ خارج بشم، چون بقیهش همش پوچ و بیمعنی و گذراست. اون چیزی که ماندگار و ابدیه انسانیت، بی تردید انسانیتی. من میخواستم به این نکته برسم که ببینید، من الان دارم شما رو به عنوان، اگر به یاد داشته باشید که حتما دارید، چند دقیقه پیش تفاوت یک رسانه، یک تلویزیون کمرشیال رو با یک تلویزیونی که مثل یک خانواده میمونه، مثل این میمونه که شما از یک اتاق میری توی اتاق دیگه با فرزندت یا با صحبت میکنی، ما یک همچین عاطفه قلبی با بیننده هامون داریم. ببینید همین مسئله رو در مورد یک آرتیست، یک هنرمند، یک نقاش، یک شخصیتی که اصلا در یک بغلی آریان وطنخواه پرواز کرده، حالا پروازم باز پله های گوناگون داره، توجه میکنین، یعنی رفته به هفت آسمان هم رد کرده، رفته بالا، دنیا رو به طریقی میبینه که میدونه که چند روزه زندگی و این چند روزم روز به روزه، پس بهتره که با عرفان، با شعر، با عاشقی، با هنر، با هر چیزی که میتونه اون ستیسفکشن رو به خودش و اطرافیانش بده، یعنی پازیتیف انرژی، توجه میکنید، دارید سیر میکنید، در حالی که شما هم میتوانستید کمرشیال باشید، کمرشیال میتونستید باشید و الان بهترین زندگی مادی رو داشته باشید، ولی شما ترجیح میدید یک میلیونیم اون زندگی مادی رو در یک زندگی معنوی داشته باشید. و لذا اینا رو همه رو گفتم که میگم یک وجه مشابهاتی بین من و شما هست. ما میتوانیم فردا صبح این تلویزیون رو ساز و ضربیش کنیم، ما فردا میتونیم سریال های حکومت اسلامی رو بذاریم، ما فردا میتونیم با این تغییر جهت بیست آگهی به طرف من سرازیر بشه، اما هر روز در انتظار این هستیم که قطعمون کنن، ولی تا اون لحظه من این فشار و این فراستریشن و این به اصطلاح باور نمی کنید چه حجم سنگینی داری، ولی یک حالت عرفانی روحانی هر چیز خاصی این پرشر رو من هنوز بهش چسبیدم و میگم میخوام نامم یک روز اگر نبودم حتی در دل دشمن به نیکی یاد بشه. بی تردید اینه که باید متفاوت، باید متفاوت بود و بزرگترین قاضی ها و پاکترین مردم هستند. از چهره انسان، از گفتار انسان روحش رو درک میکنند و میفهمند. جناب روستایی عزیزم، دو سال و 4-5 ماه این رسانه، میدونم برنامه ما رو میدیدید. بله بسیار، خیلی سخت گذشت
ولی شما تجسم بکنید، تصور بکنید یا اصلا بپذیرید یک تلویزیون صرفاً با تمام پاکیهاش، با تمام آنستیهاش روی شونه های همین مردم نجیب شرافتمند ایستاد و مردم این کوله بار رو کشیدن. هیچ رسانه ای رو پیدا نمی کنید. یک آدم به درستی و آنستی یا چند نفر بشینن و مردم به خاطر یک نفر، دو نفر، سه نفر توجه می کنید این بار سنگین رو بکشن. این با این تحسین آفرینه واقعا. یعنی شما نفروشی خودت رو، هر ایدئولوژی رو نیاری بذاری که اون ایدئولوژی ها پدر ما رو در طول 100 سال گذشته در آوردن، نه تنها 30 سال گذشته.